بارش های رگباری و سیلاس های باران در شهر مقدس مشهد عصر چهارشنبه 26 اردیبهشت منجر به مسدود شدن برخی تقاطع های این کلان شهر و معابر و گرفتار شدن برخی از خودروها در سیلاب شد و به مرور وضعیت به گونه ای شد که با گرفتار شدن خودروها در میانه سیل چند نفر کشته شدند و سیلاب وارد خانه های مردم شد و سرانجام با کاهش شدت باران نیروهای مردمی و امدادی عملیات لایروبی گلولای از خانه ها را آغاز کردند. در ادامه به گزارشی که همکارم در رابطه با سیل اخیر در استان خراسان رضوی تهیه نموده و آخرین اخبار پیرامون آن را توجه فرمایید. بارش های بهاری، تگرگ و سیلاب طی روز چهارشنبه به شهرستان های فریمان، مشهد، کلات، درگز، سرخس، ترقبه، شاندیز، نیشابور، فیروزه و سرخس خساراتی وارد کرد. بر اساس گزارش های دریافتی بیشترین خسارات به نیشابور، مشهد و فریمان وارد شده که به دلیل تگرگ و شدت بارش ها بوده و برآورد خسارت ها به بخش های زیرساختی و کشاورزی زمان بر خواهد بود. بارش شدید روز چهارشنبه در مشهد خصوصا در دو منطقه خیابان سیدی و میدان انقلاب خسارات فراوانی را به همراه داشته است. محسن زاکریان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت متاسفانه 19 تن از شهروندان مشهد و فریمان بر اثر گرفتار شدن در سیلاب جان خود را از دست دادند و دست کم 12 نفر دیگر ناپدید شدند. علاوه بر آن منازل 150 خانواده بر اثر سیل از بین رفته و یا قابل سکونت نیست. امداد رسانی ها از لحظات اولیه سیل آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تا کنون 250 خانوار در مناطق امن اسکان داده شده اند و وضعیت آب و برق در استان پایدار است. علی علیزاده، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد هم در این زمینه عنوان کرد از ابتدای بارش تا کنون 220 مورد اعلام حادثه مرتبط با بارندگی داشتیم. مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد همچنین تاکید کرد تعداد خودروهای گرفتار در زیر آب مشخص نیست و همچنان همکاران در حال جستجو هستند. وی در ادامه افزود حدود 100 غواص و نجاتگر سازمان آتش نشانی به همراه 50 دستگاه خودرو در پل انقلاب درگیر عملیات نجات هستند. اداره هواشناسی از 2 روز قبل هشدار داده بود با توجه به بارش سنگین باران در شهر مشهد و شهرستان‌های استان و بروز ترافیک و ضرورت تردد خودروهای امدادی، مردم مشهد طی این روزها از تردد در داخل شهر و سفرهای غیر ضروری در خارج از شهر جدا پرهیز کنند.